بیننده های عزیز، با گفته مرحوم نجیب فاضل، عامل اصلی به شخصیتی و به کفایتی شای پراگنی و عیبجویی است. به همین خاطر ما باید همیشه از نشست و برخاست با شای پراگنی کننده ها دوری و بپرهیزیم و کسایی را که گرفتار ای عیب خراب هستند نصیحت کنیم و دست بردار بسازیم. اگر به نصایح ما گوش نکدند با آنان دوستی نکنیم و همیشه باید از مجالسشان دور باشیم. نباید فراموش کنیم که گوش دهندگان به شایعه ها به اندازه خود شایعه پراگنی کنندگان خطا کارند. این هم نتیجه تکان دهنده یک شایعه پراگنی و عاقبت اندوهبار کسی که بر اساس یک شایعه حرکت کرده است. با دید عبرت تماشا می کنیم. شاگردا، خواندن یک کار اجباری و یا یک تجمل نیست، بلکه شرط اول پیشرفت و تکامل است. بیبی، مثلا من از امی قریه، از امی میزایی که شما شیشتین فارغ و معلم شدیم. خداوندی توفیق به ما داد که تا زبانم میچرخه و عقلم کار میکنه، داشته های خدا به شما انتقال بتم. شما باید مثل من به این خاطر درس بخونین که به مردم و کشورتان خدمت کنین. حالا رفتم میتونین. سلام خواهر. به سلام و به کلام، کجا میری؟ بیا نان شب همراه ما بخو، یازنه تا مال میایم. تشکر خواهر، کدام شب دیگه انشالله. امشب بسیار کار دارم خواهر. بعد از من کارای تا بکو جانم، بیا دیگه. من همیایم، شما نوش جان کنیم. غذا پخته کردی؟ بله پخته کردیم، تشکر تشکر. سلام.
پدر، ماما کریم این موتر خریده دیدین؟ بله دیدم بچم، دیدم، بخیر سوار شد. مام بخیر میخریم. مذاق میکنه. چرا مذاق کنم بچم؟ یعنی ما خریده نمیتونیم؟ هر کس و ناکس موتر خرید، یک ما خریده نتانستیم. دگب خوب باشم، ما پیسه دار منطقه هستیم. ما تو موتر کنه و غرازه نمیخرم. ما خانه امروز هستیم. خیلی میخریم نه؟ میخریم بچیم، ورخه تو ناشو حتما میخریم. پند ماما چرا زحمت کشیدی؟ بیا که یک جای بخوری. درسان زیاد است ماما جان، کار خانگی من نمیشه. خیبر بچیم، خدا پشت پناهید، به مادر سلام بگو. بچه شیم، خدا حافظ. خدا حافظ. چلو پنج، زهره پینجا، رضا پینجا و سه، فیصل شست و چار، شایما افتاد یک. بیشی شایما، از پیش کده خوب است، بازم کوشش کن. شریفه بعد از درس امراید گپ میزنم. مشربا 47، مصطفی 74، راشد 90. آفری. خب بچه ها، موضوع درس امروز ما اعداد است، او را کار میکنیم. تو را چی شده شریفه؟ پارچه تا سفید دادی و تنها نوشته کردی، آیا جرم است؟ چی جرم است شریفه؟ شریفه یک جواب خوبته. ایکی ما شما را دوست دارم. شریفه تو چی میگی؟ مذاق میکنی؟ نه. تو هنوز خورد هستی بیبی. ما انسان هستیم و دارای احساسات، و ای که تو یک دختر بسیار عاطفی هستی و در سن سال تو ایتو چیزا نرمال است. تو باید خود وقت در ساید کنی. باز در آینده میتونی در این مورد درست تصمیم بگیریم. نه، زود گذر نیست. شریفه نمیخشم استاد.
بسیار خوب شریفه رفته میتونم. نگفتی شیرینی موترک های بخوریم کریم؟ برای کل اگه از طرف من یک چای بته. درست است کریم بیادر. با یک چای خلاص همیشه دوست ما گوسفند میخوایی. گوسفند هم میکشم. کدام گپی نیست. سلام علیکم. اوه سلام علیکم. چطور هستی؟ زنده باشی. امو چای سمتا بیا. بره باشه. یک چای هم از طرف من برای معلم صاحب بته. زنده باشی. خدا نیک و مبارک کنه. بی خطر و بی حادثه انشالله. ایوالا خالص استاد. فوت فوت گب میزدن، من خودم دیدم شریفه گریان میکرد. شاید آزارش داده به همون خاطر گریان میکرد. نه بابا ده پالوش شیشته بود، اگه آزارش میداد ده پالوش نمیشه. استاد خالصی گپا من که باورم نمیشه. خبر دارین تمام دخترای قریه عاشق استاد خالص هستن. چقدر گپ کلان میکنی؟ او طفل است، برش روی نتی دست بردار میشه. خرابی کاردم اینجاست، اگه از دانش برایه یا به کدام دوستش بگویه چی؟ اگه گفت نام خودش بد میشه. تو خو مرد هستی دیگه، ای که تا مزو کده کلان هستی. کی باور میکنه؟ از برای خدا اتو خواست. اگه ناموس در زبانان باشه بسیار خفه میشم. او هنوز بسیار جوان است. بان بان از این میترسی که دخترها بشنون و قسمتت بسته شوه؟ امروز دختر فوزی خان چی کار بد کرده بود؟ شریفه را میگی؟ بله. او خود چیزی نکردم. خیلی چرا گریان میکرد؟ یازنه جان تو چی میگی؟ کی گپا را گفت؟ چی کار داری کی گفته؟ کلا مردم اینه میگفتن، ما از اونا شنیدم. یازنه اصل گپ تا بگو، چی میخوای بگی؟ نه هیچ گپ نیست، ما صرف پرسان کردم. چی شده حسن؟ خواهر گریان کردن شریفه را یاز نیمم شنیده. دهی چی گپ هست؟ پارچه خدا صفحه داده، خالصم سرش پار شده و هم گریان کرده. خیر از جانه، حالا چرا قوار خطا میشه؟ امروز در زبان تمام مردم همین گپ بود، گفتم یک بار پرسان کنم. سلام شاگرده. سلام. بشینه. شریفه بخیر. دیروز بعد از اینکه دوستایت رفتن تو رو در صنف نگاه کردم، نه؟ بله استاد. خب چرا؟ به خاطر که کمترین نمره را در امتحان گرفته بودی. علت امیر پرسان کردم، نه؟ بله. تو هم خفه شدی و گریه کردی. بیشی ببینن شاگردا،
یک کار طبیعی است که ما همراه یک شاگرد به طور پنهانی در مورد مشکلاتی که وجود داره در مکتب و صنف صحبت میکنم. ممکن است این کار با شما بکنم، اما شنیدم که گپ کلان کرده به حالی قریه رساندین و اونایی را غلط در کرده و گپای بجا میزنن و تعبیر نادرست میکنن. میفهمین نامی کار چیز غیبت است، یعنی بدترین شکل شایعه پراکنی، مخصوصا که همراه تهمت یک جا شوه، هم گناه است و هم به انصافی. شریفه، تو باز در صنف منتظر باش که باید به شکل خصوصی برات بگم. درست است استاد. فکرت هست که تو چی میگی رضا؟ هرچی از دانت مبره میگی. مگه پای رکشینیده میگم کریم، چرا قار میشی؟ قار میشم، حق دارم که خار شدم. خواستده منو صفل هست، این گپای مفت چی هست که میگم؟ تو نباشه چیزه که مردم نگویه چیزا، چرا صبوری میشی؟ کل بچه ها دیدن که هر دوشان دستم تنها شیشته بوده. راست میگه کلگی دیده که بچه ها را کشته و دختر را گفته باش. خدایی چی گپ هست؟ شاید خواسته برش کنم گپی را گوشت کنم. یک معلم چی گپ پود داره که با شاگرد بگویه؟ اگه تو باشه که در بین شاگردها گفتنش خوب نباشه، پیش خود میخوای و در صحن مکتب میگه. تمام ما از یک قریه و یک قوم هستیم، ما گفتیم که تو را از این موضوع خبر کنیم. این وظیفه ما بود، بد کاری کردیم ها؟ شاید یا زیتاب خبر نباشه، تو بجایی که سر ما پارشه و از گوشو بکش. خوب کردین که با خبرم کردین. از او خالص که خود فامیله میده بشه خوشم نمی آیا. یک معلم هست دیگه، کدام سر شیر خونه آورده. بی بی شریفه، کار دیروزت بسیار نادرست بود. 24 ساعت تیر نشده کل قریه را گپای مفت گرفته. ما خود چیزی نگفتیم، رخیصش هم نیستم. شریفه، باز برات میگم، تو هنوز بسیار خردستی. بین ما و تو هیچ چیز نبوده و نیست. یه احساسات توی یک امر طبیعی است، اما بسیار گذرا. ایره شما باید بفهمین که احساسات ما زود گذر نیست. شریفه بیبی، یک روز یک پرستو عاشق یک انسان میشه. از کلکین آمده و برش میگه چی میشه مرا وان که بیایم با همراهت زندگی کنم، اما انسان برش میگه تو یک پرستو هستی و ما یک انسان. ای چطور امکان داره؟ از اینجا برو. پرستو باز عذرزاری میکنه و به جاهای گرم مهاجر میشه. او انسان پسان دچار عذاب وجدان شده و از کارش بسیار پشیمان. یک داستان از شریفه، ما از واقعیت گپ میزنیم. ادامهش گوش کنیم. او انسان تمام زمستان منتظر آمدن پرستو ماند. پرستوهای دیگه آمدن ولی او هیچ وقت نامد. میفهمین چرا نامد؟ به خاطر که عمر پرستوهای عاشق تنها 6 ماست. کریم این چی چطیات هست که میگی؟ مردم با کپای ناق خود کوشش دارن دختر ما بدنام کنن. دخترم از تو یک کار نمیکنه. دختری تو نمیکنه، اما او آدم میکنه. دختر خورد از زود فریب میخوره. ما وظیفه ما انجام دادم، پس آن نگوی که خبر داشتی و برم نگفتی. عمل که گپ خورده است پشت شب بگی. او معلم کی است که به خاطر دختر بدنام شده؟ قدرت شده رشه خود نزن کریم، باید کمی حوصله کنی. از اصل گپ خبر شوی. یک بار خواهم رای خورده دید گپ بزنی. اما او معلم کی است که امرای ما خشی کنه؟ تو تشویش نکو. او چقدر ماش و درآمد داره؟ اینطور نمیشه که همیشه چشمش در جیب تو باشه. تو هنوزم گپای خودم میزنی. تو چرا عاشق گپای خودت هستی؟ آرام باش کریم، آرام باش. خوش آمدی خواهر. کل قریه را گپ گرفته خالص. شنیدم باز و دختر را نگاه کردی و گپ زدی. بازم گریه کده خانه رفته. برم بگو چی گپ هست؟ تو هم مثل دیگرا فکر میکنی خواهر. من خواهرت هستم. از خوردی یتیم ماندم و هم به جای مادرت هستم. مشکلات تو قلب مرا رنج میده خالص. فقط پرسان کدم که چی گپای جریان داره. من خو کل چیزا برش گفتم. امروز امراش گپ زدم. در این مورد برش گفتم. نمیفهمم که چرا تو میکنه. چی میگه؟ خواهرش بد درد است. او واقعا عاشق دیوانه شده. جایی که عشق گذر میکنه عقل نیست. به ما گپ دلتا بگو. تو چطور؟ تو واقعا هیچ چیز احساس نمی‌کنی؟
هیچ انسان بعد از ای که با فهم کسی او را دوست داره به تفاوت بودن نمیتونه. و امروز او چنان زیبا، چنان معصومانه، چنان صادقانه گپای دلش ازد که انسان احساس میکنه زیباتر و صادقتر از هیچ نیست. اشکاش جاری بود و گریه میکرد و صداقت و پاکی داشت و میخواه به تنهایی در برابر قریه و خانوادش ساز شود. و تو از متاثر شدی؟ بخیالم که بله. نال بیا و جور کن، حال چی خواد شد؟ نمیفهمم، در موردش فکر میکنم. در حالی که دخترهای قریه در پشت تستم را به خاطر این مسئله بر جان میترم، خدا خیر کنم. خو چشمم روشن، دیگه چی؟ دختر کنان گو به مکتب روانش کو که بیا برید کنم. ما چی کردیم پدر؟ با ما جواب نته، دیگه چی کنی دختر بی نزاکت؟ مگه ما تو را به خاطرش قاشقی به مکتب روان کردیم ها؟ ای چی قسم گپ از فوزی؟ حالا چرا خال مخال جنگ میکنی؟ ای کلش گناه توست. چی میگی؟ تام دلت خوش کردی که دختر تربیت کردی؟ سراسوبی دختر به مکتب نمیره، از خانم نمیبرایه. اگه برامت پایشم ایده میکنم و این گفم دم اینجا دفن میشه. فهمیدیم چی گفتم؟ آه دخترم، دخترکم، ای چی کاری بود که تو کردی؟ ما چی کردیم مادر؟ بگم دوستاشن گناست. مانده نباشه پدر، ببین محترم آمان اینو پاک کرده. پاکو بچه پاکو. چی شده یازنه؟ دیگه چی شده؟ گپایت راست بر آمده، اقرار کرد. بیا یازنه بیا، سر ما را باید از تنش جدا کرد. فوراً برای کار یک چاره پیدا کن. شریفه توته جگر ماست، داماد قوم آینگرا شدن کار هر کس و ناکس نیست. گوش شتاو بته، دید که نمیشه از ریشه خوشش کن. اگه تو نمیتونی من این کارا میکنم، هیچ تشویش نکن. اینطور گم و گورش کنم که فکرشام کنه تو مواری ماما داره. خیلی اول تو یک دفعه گوش شتاو بده، اگه من پیش اون برم ای بابا ایرا خو میفهم. درست است. صبر کن خالص، این راهی که تو میری با ترکستان میرسه جانه در راه غلط روان است. من فکر میکنم شما غلط روان است. شما خود مرا میشناسین، پدر و پدر کلان و من میشناسین. دیگه پاچه گپ من خط نکو، شناختن خونه شد که وقتی گپ با من سری ناموس میرسه من هیچ کسی نمیشناسم. یک خواهش دختر خودش عاشق تو میشه، خدا میفهمه که بری بازی دادن چی کردی. کریم خان خود گناهکار میسازی، از من توقع تو کار دارین؟ شریفه شاگرد من است، اگه تو می بود خب چوپی کارو میکردم. انشالله باز خواستگاری می. او خواستگاری می، تو کی هستی؟ بچه جمالدین بیجل و پوستک، یک بلس زمین نداری، دو دانه مرغ نداری که عروس تخم بخوری. مگم گرفتن دختر فوزی خان خسادا و آسان است؟ شوره تا بخو پردی تا بکو، دیگه دفعه نبینه بده این منطقه. فهمیدی جل مرغ؟ بخیر، خانه خالیت میریم دخترم. شما برین مادر، من نمیرم. ای گپ نزن دخترم، تو بخاطر یک عشق ناممکن خدا نابود میکنی. ما کم از کم یک عشق خدا رو مادر. شما مال و ملک و زمین و خانه دارین اما عشق ندارین.
و زیبایی عشق هرگز درک نمیکنین. عاقبت کار چی خواهد شد خاله؟ نمیفهمم یازنه. تشکر خواهر. معلوم است اگر رفته و خواستگاریم کنیم نمیتن. بعد از قگب خواستگاری چی خواهر؟ نظرتان چی است که من همراهش گپ بزنم؟ کریم دوست خوب اومد. یازنه جان چی میگی؟ بازم او هاش است امو کاسه. زبان شیرین مار از خانش بیرون میکشه. با گپ زدن خزمه چیز کم نمیشه. حیران ماندیم که چی کنم. ما برات احترام دارم حسن، اما این کار نمیشه. تو کلایت قاضی کو ببین، عقلت قبول میکنه؟ کجای کار نشدن است کریم، خالص یک بچه صادق راست است. تحصیل هم کده، شکر معاش هم داره. دخترتان آسوده میشه. دختر ما آسوده است حسن. تا وقتی که خسرو برید برش غم پیدا نکده بود، آسوده تر از آله بود. همین خالص که صادق راستکار است، ببین که نام یک خوشا دختر چطور بد کده. تا بین مردم رسوایی من ساخته، برای مردم سعی کرده نمیتونیم. این کار از کدن بود؟ مشکلی کار بسیار ساده است کریم. ازدواج کنن تمامش حل میشه. اگه نه عاقبت این کار بسیار بد خواد بود. عشق است. اگه اونا فرار کنن باز چی؟ فرار کردن خواستان نیست. بهتر خواد بود که شما این موضوع را فراموش کنین. ما دختر برای دادن نداریم. کدام جای دیگه برید؟ گپ روز بروز خراب شده میری یازنه. گپای فرار کردن و غیره به گوش میرسه. فرار کردن چی؟ کی کی را فرار میتا؟ کوزه یک بار میشکنه. اگه ایطور شوه باز کاری کردن نمیتونیم. کی میتونه از خانه ما دختر ما فرار بده؟ کی قمرد از به خانه ما نزدیک شوه؟ کافیست که قصد فرار کردن داشته باشن. هر چیز یک راهی داره. اگه از ما پرسان میکنی تا وقتی که آدم در قریه باشه ما آرام نمیشیم. تنها راهی است که سرش زیر بالش کنیم. کل چیز حل خواهد شد. ای تو چی میگی کری؟ همه قجنجال بس نیست که آله دست خودا به خونم آلوده کنیم؟ در خانه تاب و صابون نیست یاز نه؟ میشویم دستای پاک و صفا میشه. تو پاش لوده کرده گفای همه خانه آدم کشن همه خواستان نیست. خدای تو بکدم خدا نگاه مکن از شهر شیطان. اوزان میبینی که از گب گب میخیزه؟ حال بیا و سنگای برنجا جدا کن. دستل تو گپ کلان نبود که ققلانش ساختین. با چند سرزنش دان مردم قریه بسته می شد. ای کدام بوجی نیست که دانش بسته کنی صبریه. او خدای ما نشه که به ای کار دست بزنین فوزی خان. از عقل سلیم باید کار گرفت. کدام عقل سلیم یاز نجان؟ گپا کلش مفت است که گناه می شه. گپای مردم نمی شنوی؟ وضعیت ما رو نمی بینی؟ عجیب گپا. حال میگن اجازه بتین بیایم خواستگاری؟ من خبرت گفتم این موضوع خراب شدنی نیست. تا که او در قریه است این شایعات و گپای مفت از بین نمیره. من یک گپی خواستگاری معلوم نیست که دیگه چی برای بسری ما خواهد آمد. گپت هم خواهقلانه نیست. فکر میکنی ادم کشان قاسان است؟ تو فقط لب تر کن. باز میبینی که چطوری مشکل آسان میشه. سر ما را باید برید. زهردار است. هر قسمی که میخوایی بکن. ما را غرض نیست. صبح صبح
گوشت بلا سپیکر مسجد باشه. سعادت تو چی گفته میری؟ جبه دست انجیده بزن چی ضرر به شما رسانده؟ برادرم به شما چی کرد؟ اقا گینه ایو سنگ دل بوده؟ مگم دوست داشت گناه است؟ از این بچه چی میخواسته؟ چی کده؟ برادر تکی کشته؟ ثابت کده میتونی؟ نه حق تو من نزن من چی میفهمون کی کشته اوره؟ کی میکشه برادر من؟ خیر از شما دیگه کسی بود که از اون نفرت داشته باشه؟ کدام دشمن داشت؟ خدا جزایتان بده انشالله خدا جزایتان بده چیز دیگه نمی کن ساد از زندگی سرت باشه به حیثیت به شب رزیل صبر کن آدم واری گفتم زندگی سرت باشه تو کجا و آدم گری کجا؟ خواستا باید اصلاح که نتونستی سند اصلاح کن این چیش اتیاد میگه بگه از یه ببرش لعنت به تو بگه چی بگم بگو اصلاح خدا رحمتش کنه بیچارگه که به بسیار نامردی کشتن نامردا پلیس کدام ثبوت بده سارده یا نه؟ نه نتونسته معلوم میشه که در تاریکی زدن و گریختن یک مرمی خود نزدنش چند تا زدن حتما چند نفر بودن آب و دانش از دنیا کنده شده بود صبح بخیر از اینجا برو کریم آزار ما نتی شما داغ دیده هستین چطور میتونم آزارتان بتونم شیر باری بیادر از دست دادین آسان خون نیست تو هیچ نمیشرمی؟ وجدان تو را هیچ ناراحت نمیسازه؟ چی کدم که ناراحت شوم؟ من یک انسان با عزت و با ناموس هستم دختر 16 ساله مردم خوب بازی ندادیم عیبش چیه؟ کریم از اینجا برو از پیش چشم ما کم شو ما والی تو را به خدا کده او خودش میفهمه که چه رقم جزایی ته بده بهتر است که بر انجا غم و ما احترام مانیم این قسم گب نزن از تاس سنگم پرید بسیار تحصیلم
بله بسیار میترسی. انسان بدان مندازی و میزنی. در برابرش پسال شده نمیتونی. ما او طور آدم نیستم که دست خوده بخاطر دشمنه ناموز به خون آلوده کنم. افنی یکی از آشفه خریه زدش. یکی از دخترهای خریه. آراستی حسن. براتان یک خروار زغال روان میکنم. زمستان سختی خواهد داشتین. به دردتان میخوره. بیا بجدان. بیدار بودی؟ خوابم نمیبره صاحب جان. عذاب وجدان داری؟ بسیار زیاد. با جان یک انسان جوان رحم نکردی. دختر خود بدبخت ساختی. مردم قریه‌ام بالای ما گمان بد دارن. به نظر ارزشی هم را داشت. وقتی تعصب و کبر یک جای شوند همه تو میشه یا هم نتیجهش هیچ ضرور نبود. آسو بچه نیکی ماما جانت پس آمده ها؟ بدم که در خانه از برو. خدا جزای کارایت هم میتا انشالله. چی شده کریم؟ صحتت خوب معلوم نمیشه؟ نمیفهمم خوار. یک چند روز است که یک قسم بیحال هستم. گلونم درد میکنه. یک بار پیش دکتر میرفتی؟ ضرور نیست. فکر نکنم جدی باشه. خوب میشه. باره احتیاطم که شده. یک بار خوب برو. زنده باشی. چطور هستی خوار زاده؟ شگه بسو دختر. پدر تخو نکشتیم. چی ضررم برش رسیده؟ یک قار ناز میکنه. تو فردا پیش دکتر برو. میرم خواهر، میرم.